دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور دست به حرکت‌های اعتراضی علیه رؤسای دست نشانده، دوربین‌های مداربسته، حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه‌ها و وضعیت بد صنفی خود زدند. دانشگاه‌های پلی‌تکنیک، علامه، آزاد تهران، سهند تبریز، دانشگاه قم، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، بوعلی همدان، علوم پزشکی ایلام و دانشگاه یاسوج از جمله این دانشگاه‌ها بودند. کارگران میهن نیز در شهرهای مختلف حرکت‌های متعددی را در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و مزایا و اخراج دسته برپا کردند. 800 تن از کارگران قند برق‌سیر کرمان، 450 تن از کارگران معدن قشلاق حاجی‌آباد در آزادشهر، کارگران کارخانه یخچال‌سازی خرم‌آباد و کارگران فازهای مختلف در اسدیه از جمله کارخانجات اعتصابی در روزهای گذشته بودند. یکی از کارگران در اصالویه گفت: برای گرفتن حقوق همیشه با مشکل روبرو هستیم و از این رو کارگران مستمرن اعتراض و اعتصاب میکنند. اعتراضات مردمی. مردم خشمگین در شهرهای برازجان، شبانکاره، سعدآباد و پشتکوه در استان بوشهر تظاهرات کردند. در جریان این تظاهرات جوانان خشمگین به چندین ساختمان دولتی حمله کرده و با مزدوران نیروی انتظامی درگیر شدند. رژیم آخوندی برای تحت فشار قرار دادن مردم معترض 3 روز آب آشامیدنی آنها را قطع کرد. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی به مردم به پا خواسته دشتستان و شبانکاره و سایر شهرهای استان بوشهر و لرستان به خاطر تظاهرات و رویارویی با نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی درود فرستاد و از مردم و جوانان سایر شهرها به خصوص در استانهای لرستان و بوشهر خواست تا به حمایت از آنان برخیزند. به این ترتیب در آستانه روز جهانی کارگر شاهد اوجگیری هرچه بیشتر حرکت‌های اعتراضی و رویارویی اقشار مختلف مردم میهن با رژیم آخوندی هستیم. بله، آقای مصنع، گزارشی رو که دیدیم ابعاد گسترده‌ای رو از حرکت‌های اعتراضی کارگران، دانشجویان و اقشار مختلف رو نشون داد. سوال اینه که آیا این اعتراضات علت و ریشه مشترکی دارن یا هر کدوم به یک مشکل جداگانه‌ای مربوط می‌شدن؟ بله، حتما اینا علت مشترکی دارن، ضمن اینکه اعتراضات اقشار مختلف علت‌های جداگانه‌ای هم دارن. مثلا طبعا کارگری که اخراج شده، کارگری که حقوقش داده نشده، کارگری که دچار سانحه شده تحت پوشش بیمه نیست، یا دانشجویی که حکم اخراج بهش داده شده. بنابراین شما تو هر اعتراض، هر قشری که برین یک علت خاصی داری. اما نکته مهم اینه که یک علت مشترک همه اینا دارن، اونم بحث آزادی هاست، بحث حقوق اساسی و پایه مردم و سرکوب اون هاست. این علت مشترکی است که در تمامی این اعتراضات اینها رو به هم چیکار میکنه؟ وصل میکنه. طبیعیه که وقتی که حقوق اساسی و پایه‌ای مطرحه، نمیشه اون علتهای خاص رو از این علت پایه و اساسی جدا کرد. به چه معنا؟ به معنای این که شما میبینید که هر اعتراضی حتی کوچک و صنفی به دلیل نبود آزادی ها و سرکوب اونها به وافاصله تبدیل شده یک مقوله سیاسی، یعنی در جوهر خودش سیاسی هست. بنابراین به همین دلیلم هست که چون بلا فاصله تبدیل شده یک مقوله سیاسی، رژیم مجبور چیکار کنه؟ سرکوب کنه. یعنی از یک طرف رژیم مجبور سرکوب بالا ببره، از یک طرف این سرکوب ها خشم نهفته در درون مردم رو شعله برتر میکنه. بنابراین شما مثلا میبینید در تمام دنیا اعتراضات هست، اعتصابات هست، انبوهی مسائل هست، به رسمیت شناخته شده است این حقوق، ولی اینا طبعا اعتصاب میشه، میشینن صحبت میکنن، مذاکره میکنن، به راه حل مشخص میرسه. اما در ایران، در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی، به دلیلی که گفتم، بلا فاصله مسئله تبدیل میشه به یک چی؟ به یک مقوله سیاسی و به یک موزل سیاسی
و طبعا بحران سیاسی. شما الان ببینین علت این که الان خودتونم مواردشو چه تو برنامه های قبلی چه امروز هم اشارتم میگفتین از اول برنامه، افزایش سرکوب ها و افزایش خیزش ها، این دوتا به همین دلیل دائم چیه نمیتونن جلوشو بگیرن. هرچی هم الان نمونه دیگهی که من همین امروز همین دیدم تو گزارشات و خودتونم فکر کنم تو برنامه تون اشاره کردیم، به علت این که رژیم نمیتونه